امیران ارجمند، مفقود شدن آقای مدنی، یکی از فعالان محیط زیست، یک دانشمند جوان در رشته محیط زیست که جوایز متعدد بین المللی رو دریافت کرده و استاد دانشگاه امپریال لندن بوده، در ایران خب جنجال ها به پا کرد. امروز مشخص شد که او از فرصت خروج از کشور استفاده کرد و شرکت در یک کنفرانس بین الملل، دیگه حاضر نیست به ایران برگرده. او معاون وزارت، معاون محیط زیست ایران، معاون آقای کلانتری، و میدونیم که محیط زیست امروز در قلمرو مسائل امنیتی مملکت محسوب میشه، یعنی تور امنیتی رو روی محیط زیست هم پهن کردن. شماری از شخصیت های فعال در قلمرو محیط زیست میدونیم که بازداشت شدن، برخی از اونها کشته شدن در پرواز تهران یا سوچ، و یکی از اونها در زندان به قتل رسید و گفته شد که خودکشی کرد. اما بالا رفتن قیمت دلار، متوقف شدن همه فعالیت های تجاری در ایران، در ایران کسی نه چیزی میخره نه چیزی میفروشه، حتی طلا در شرایط بحرانی معمولا مردم به طلا پناه می برد، بازار طلا، و سعی میکردن پول خودشون رو به طلا تبدیل بکنن. اما با اینکه قیمت طلا افزایش پیدا کرده، باز کسی حاضر نیست بفروشه، کسی حاضر نیست بخره. یعنی اقتصاد وضعیت فجیع پیدا کرده. از همه مهمتر افزایش نرخ ناامنی در بانک ها، افزایش نرخ بیاعتمادی مردم به بانک های کشور، که در واقع به معنای فلج شدن اقتصاد یک کشوره، به معنای پایین آمدن سقف اقتصاد یک مملکت. امروز با کارشناس برجسته اقتصادی خواهیم بود، همیانانم آقای احسن منصور، که میدونم تحصیلات خودش در ایالات متحده آمریکا گذراندن، در این در فرانسه تدریس میکنن، در انگلیس زندگی میکنن. آقای منصور، درود بر شما. جناب میبودی عزیز، با عرض سلام خدمت خود شما و شنوندگان و بینندگان برنامه عزیزتون. نکته ای رو تصحیحا عرض کنم، من تحصیلاتم در انگلیس بوده قربون، و محل کارم هم در فرانسه بوده هم در انگلستان. در انگلستان به عنوان استاد مهمان تدریس کردم سالها، ولی محل کار ثابتم در پاریس، در اونجا در دانشگاه آمریکایی اقتصاد، در واقع دانشگاه پست گریجوت برای فوق لیسانس به بالا. سلامی جناب منصور، کجا به دنیا آمدید؟ کجا زندگی؟ در ایران قربان، در ایران در تبریز متولد شدم و تحصیلات دبیرستانیم در اونجا بوده، تحصیلات دانشگاهیم در تبریز و در تهران بوده تا دوره فوق لیسانس. بعد از اون عرض کنم در انگلستان تحصیل کردم و با پایان تحصیلاتم که مصادف بود با سال 1979 به ایران برگشتم، و مثل همه کسانی که به ایران برگشتند، خب با تعطیلی دانشگاه و گرفتاری ها روبرو شدیم، و در نخستین فرصت که میتونستم از کشور بیام بیرون و ناگزیر بودم، در سال 82، اواخر سال 1983-84 کشور رو ترک کردم و به عنوان عرض کنم سمیناریه دعوت شده بودم به دانشگاه سوئد، استکهلم، رفتم اونجا و اونجا موندم. تشکر از توضیحات کردید. جناب دکتر حسن منصور عزیز، به من بفرمایید که قبل از اینکه بفرمایید وضعیت اقتصادی کشور که میدونم خیلی پرداختن بهش، مخصوصا در این روزگار، در این دوران، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار. هموطنان عزیز ما اغلب سوالایی که از ایران میکنن سوالای اقتصادی است، نگران وضعیت کشور. اما پیش از اون میخوام راجع به یکسان شدن نرخ ارز از شما سوال بکنم که نظرتون چیست، چه تاثیراتی داره و چرا دولت این تصمیم رو گرفت، تصمیم خلق و سایه بدون اعلام قبری و نتایج عواقبش. سراپا گوشیم آقای دکتر منصور. خواهش بکنم، عرض بکنم جناب میبود عزیز. ببینید، نرخ چندگانه یا نرخ دوگانه برای ارز همیشه تالی فاسد داره، و اون اینه که چون اون نرخ پایین‌تر
به کسان معینی تعریف شده ای تحویل میشه، امکان فساد و امکان بازار آزاد وجود داره. در واقع از سال 1357 که جمهوری اسلامی بر سر کار اومد و نرخ دلار در برابر ریال حدود 7 تومان بود، فاصله ای بین نرخ رسمی و نرخ بانک مرکزی باز شد، به طوری که در همون سال 7 تومان نرخ رسمی بود و نرخ بازار در حدود 10 تومان برای دلار نوسان کرد. سال بعدش نرخ بازار تا 45 تومان در برای دلار بالا رفت، در حالی که نرخ رسمی 8 تومن و 7000 شد. سال 69 دوباره نرخ به 7 تومن برگشت، در حالی که نرخ بازار 99 تومن بود. در سال 1379 یکسان کردند، یعنی این نرخ‌های چندگانه رو دوگانه نبود، چندگانه بود، برداشتن. ولی اینم دولت مستعجل بود، فاصله به زودی در بازار باز شد، به طور که در سال 1377 نرخ رسمی دلار در بانک مرکزی 175 تومان بود و در بازار 650 تومان بود. سال 82 نرخ رسمی شده بود 796 تومان، در حالی که بازار با فاصله کمی دوباره فاصله می گرفت، بازار شده بود حدود 800 تومان. و این قضیه ادامه پیدا کرد تا 1392 که بانک مرکزی نرخ 1226 تومان رو داشت و بازار 2600 تومان، تا رسیدیم به دوره عرض کنم دولت آقای روحانی. ایشون وقتی تحویل گرفتند قیمت دلار در حدود 3400 تومان بود در بازار و این نرخ رو دولت در واقع مبنا قرار داد و پسندید و بر اون مبنا عرض کنم دوباره این فاصله باز کردن بین بازار آزاد و نرخ رسمی عرض کنم آغاز شد. حالا توضیح مختصر عرض بکنم چرا اینکه همیشه فاصله باز میشه بین نرخ رسمی و نرخ بازار. علت این است که در اقتصاد ایران ما یک تورم عرض کنم بالا داشتیم. در زمانی مثلا در دوره دولت آقای رفسنجانی تورم 82% گزارش شده. اوج دیگر تورم در دوره آقای احمدی نژاد تا 43% گزارش شد از سوی آقای دولت روحانی. ولی به طور متوسط طی همین دولت روحانی به طور متوسط تورم در ایران حدود 20% به طور متوسط 20% ارزیابی شده. تورم جاری رو در حدود 10-12% اعلام میکنن، در مورد صحت و سقمش حرف نمیزنم، این ارقام رسمی است، ولی به طور متوسط 20%. وقتی در اقتصاد ایران 20% تورم به طور متوسط وجود داره و در اقتصاد دلاری، یعنی در کشورهایی که در اونجا دلار و ارزهای قابل تبدیل از تورم 0-2% عرض کنم رنجورند، در اونجا فاصله این ما بود تفاوت دو نرخ تورم هر سال باید تعدیل، یعنی هر روز باید تعدیل بشود. اگر بازار عرضی وجود داشته باشه، بازار خود به خود اون رو در هر ساعت در هر دقیقه تعدیل میکند. ولی چون در ایران بازار عرض بازاری وجود نداره و تحت کنترل دولت بانک مرکزی است، بانک مرکزی هم صندوقی و شعبه ای از دولت است، به این ترتیب نرخ‌ها همیشه مصنوعی است. به این ترتیب این تفاوت‌ها چون تعدیل نمی‌شوند می‌مونند و در لحظه‌ای که شرایط معینی در سطح ملی یا در سطح معین در سطح بین‌المللی برقرار میشه، بازار با جهش این رو ترمیم می‌کنه. این دلیل عرض کنم فاصله باز کردن و اینکه دولت همیشه دنبال این میدوه. در دوره آقای روحانی در واقع مدیریت بازار محدود بوده و قصد به این که بانک مرکزی بازار آزاد رو رصد بکنیم و گام به گام با دو گام فقط در پشت سر بازار حرکت بکنه و این رو خود تعدیل کنه. اما یه نکته دیگه در مورد تالی فاسد نرخ‌های دوگانه عرض کنم و اون این که در ایران به ویژه چون دریافت کننده نرخ
رسمی، نهادهای رسمی، وارد کنندگان رسمی و دستگاه های دولتی، عمدتاً سپاه پاسداران و دستگاه نظامی اینا هستن، در نتیجه دلار به قیمت ارزانتر به این نهادها، به این اشخاص، به این شخصیت های خودی داده می شود، در حالی که قیمت بازاریش بسیار بالاتره. و در نتیجه در خیلی از موارد اینا که به بهانه یا به سبب اینکه میخوان واردات انجام بدن دلار رسمی دریافت میکنن، نیازی نداشتن به این که اصلا وارداتی انجام بدن، کار تجاری انجام بدن، همین دلار رو در بازار فروختن. و انواع مفسده های دیگر، در نتیجه این نرخ دوگانه، نرخ چندگانه، یکی از کانال‌های بسیار گسترده فساد در اقتصاد ایران بوده و از این کانال بدون اغراق صدها میلیارد دلار ثروت ملی مکیده شده و در جیب‌های نابجا انباشته شده است. باشه. امیرم داریم با گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر حسن منصور، کارشناس امور اقتصادی، داره درجه دکترا در امور اقتصاد در لندن. آقای منصور، بارها شنیدیم در این ایام اخیر مخصوصا که تابستان سختی در پیشه برای اقتصاد ایران، چرا؟ ببینید، تصویر اقتصاد ایران باید تصویر کلی از اقتصاد ایران واقعا داشت تا به این پاسخ، یعنی با پاسخ این سوال قانع شد. ببینید، اقتصاد ایران، من اخیراً مقاله‌ای چاپ کردم با عنوان این که تولید ناخالص ملی ایران آیا 364 میلیارد دلار است یا 1440 دلار، در حدود 4 برابر. ببینید این دو تا رقم، یکی حدود 350-360 میلیارد دلار، یکی حدود 1400 میلیارد دلار، یعنی 4 برابر اون. حالا چرا این دو رقم مطرح میشه؟ برای اینکه یکی بر مبنای تولید ملی ریالی که من محاسبه‌شو در اون نوشته عرضه کردم از روی ارقام بانک مرکزی، و دیگری بر مبنای به اصطلاح قدرت خرید پول که من در اون مقاله پایه‌های توریک و عملی اون توریر هم توضیح دادم و نشون دادم چرا اصولا صدق نمی‌کنه. یعنی در واقع امروز شما با این نرخ دلار 4000 تومان بگیرید، در این صورت تولید ملی ایران در حدود 360-370 میلیارد دلار، ولی اگر نرخ 6000 تومان رو بگیریم بسیار کمتر خواهد شد. و درآمد سرانه هر ایرانی طبق محاسبه‌ای که من انجام دادم و طبق محاسبه‌ای که اقتصاددانان درون ایران، که اقتصاددانهای قابلی در ایران داریم، اونا محاسبه کردند، در واقع درآمد سرانه هر ایرانی امروز در حدود 60-70% درآمد سرانه یک فرد ایران در 1355. این در کنار، عرض کنم، توزیع بسیار نامتوازن، چون اون رقمی که عرض میکنیم درآمد سرانه چقدره، درآمد متوسطه. ولی شما وقتی در کنار این مسئله بسیار نامتوازن بودن توزیع رو در نظر بگیرید، اونجا میبینید که خب در ایران کسانی به ثروت‌های نجومی دست پیدا کردن، اکثریت مردم فقیرند. در اون کشور سخن از نمیدونم 15 میلیون نفر زیر خط فقر مطلق گفته می شود و من در جاهایی توضیح دادم و در اون مقاله هم آوردم. ببینید، یک پدیده شگفت‌انگیز در 1943 در منطقه ایالت بنگال هند قحطی رخ داد. مردم حدود 3.5 میلیون نفر از گرسنگی مردند. پدیده بسیار تکان دهنده ای بود. بعدها آقای آمارتیا سن، اقتصاددان انگلیسی هندی تبار که من میشناسمشون، آثار برجسته ای دارن، در این زمینه کتابی نوشت و این قحطی رو توضیح داد. توضیح قحطی این نبود که مثلا در ایالت بنگال هند خشکسالی بود، محصول
بار نیومد، خوراک نبود. نه، درست برخلاف این، ایالت بسیار غنی بود، مواد غذایی فراوان بود، هیچ کمبودی وجود نداشت، ولی 3.5 میلیون نفر مردند. چرا؟ برای اینکه یک بازار مدرن پدید اومده بود برای اونایی که پول داشتن و به هر قیمتی میتونستن بخرن. قیمت ها در حد اون تقاضا تنظیم میشد در بازار. اونایی که وارد اون بازار نبودند، حقوق و درآمد خودشون در اون سیستم مدرن به دست نمی آوردند، توان خرید و توان تقاضا نداشتند. اینا نه به عنوان تقاضامند، بلکه به عنوان محتاجان پشت دیوار بازار مونده بودند. در نتیجه این تلفات عظیم انسانی 3.5 میلیون نفر در کنار اون فراوانی که در بنگال وجود داشت. کار آقای آمارتیا سن به جایزه نوبل در اقتصاد انجامید، برای اینکه کشف جالبی بود که کسان میتوانند به علت فقط به علت اینکه توسعه ای شروع شده، رشد شروع شده، بر اثر این رشد یک بازار مدرن پدید اومده، کسانی به درآمدهای بالا دست پیدا کردن، کسان زیادتر بیشتری میتونند تلف بشن از بین برن. در واقع اقتصاد ایران در یک همچون مسیری افتاده که ضمن اینکه درآمدهای کلان در کشور وجود داره و درآمدهای به قول آقایون نجومی نصیب خیلی ها میشه و این خیلی ها از چند ده هزار نفر تجاوز نمی کنن، اکثریت مطلق مردم ایران که کارکنان، کارگران، زحمتکشان مملکت هستن، در فقر زندگی می کنن یا در زیر خط فقر زندگی می کنن. به این ترتیب این مسئله نامتوازن بودن اقتصاد ایران. ولی علت نامتوازن بودن رو باید، یا عللش رو باید دقیقا تحلیل کرد و توجه کرد. یکی از این علل، جناب میبودی عزیز، عبارت از این است که در ایران تولید، بگیم تولید ملی، تولید در سطح ملی انجام میگیرد. خب تمام اقتصاددان هم میدونن تولید ملی رو چگونه باید اندازه گرفت. در ایران هم بانک مرکزی، عرض کنم، یکی از صالح‌ترین مؤسسات برای اندازه‌گیری تولید ملی است. تولید در سطح ملی انجام میگیرد، ولی توزیع در سطح امت انجام میگیرد. در حالی که یکی از نخستین قواعد اقتصاد این است که تعادل بین تولید و توزیع برقرار باشه، یعنی اونی که تولید میشود توزیع میشود در درون همون اقتصاد، در دور دوم تولید از اون توزیعی که شده دوباره کار و سرمایه و زمین پدید میاد و وارد گردونه دوم تولید میشود. به این ترتیب در این فاصله اگر رشدی وجود داره، اینه میگیم باز تولید گسترده، اگر رشدی وجود نداره بهش میگیم باز تولید ساده. و این نظام برای باز تولید کردنش تساوی میان تولید و توزیع رو لازم داره، در حالی که وقتی تولید در سطح ملت انجام میگیره و توزیع در سطح امت، یعنی از اون تولید شده سالانه ده ها میلیارد دلار پمپاژ میشه به بیرون کشور، به بخشای دیگری از اون چه آقایون امت اسمشو میگذارن، یعنی در سوریه، در یم، در یمن، در آفریقا، عرض کنن، در مؤسسات بینام و نشان بسیار بسیار پرشمار جمهوری اسلامی در اونجاها تزریق میشود، منهای لفت و لیسایی که در کنار این انجام میگیره، فسادهای کلانی که در کنار اینها به بهانه اینکه پول رو میبرین بدیم به فلان کشور، به فلان گروه، کسانی حسابا خودشون هم پر میکنن، نتیجه بی‌تعادلی عظیمی است میان تولید ملی و توزیع ملی. این یک مسئله بسیار اساسی است و فنی است. پشت این مسئله، مسئله دیگری وجود داره، و اونی که شما در برابر هر دلار تولیدی که در تولید ملی، در اقتصاد ملی به عمل میارید، به حدود 5 دلار سرمایه نیاز دارید. یعنی اگر شما 100 میلیارد دلار تولید بکنید، در حدود 500 میلیارد دلار در اون جامعه با توجه به ضریب‌های فنی امروز،
500 میلیارد دلار سرمایه باید وجود داشته باشه. خب لازمه این که ساختارهای سرمایه به صورت فعال در اقتصاد بمانند این است که جریان سرمایه گذاری هر سال ادامه پیدا بکنه و سرمایه های فرسوده رو جاگزین بشود و سرمایه های نو رو با تکنولوژی های روز بر اون بیفزاید، با مدیریت های روز بر اون اضافه بکنه. اگر این انجام نگیره ساختار سرمایه فرسوده می شود. در ایران دیگه دهه های گذشته تشکیل سرمایه در غالب اوقات منفی، در بعض اوقات بسیار ضعیف بوده. در نتیجه سرمایه گذاری به اندازه لازم و کافی انجام نگرفته، ساختارهای سرمایه فرسودند. در نتیجه تولید ملی که باید بر شانه های استوار سرمایه ملی استوار بشود قرار بگیره، عملا رنجوره، نمیتونه تولید کنه. ناوگان ها فرسودند، راه ها پاسخگو نیستند، بندرها پاسخگو نیستند. در تکنولوژی، فن، اصحاب فن، بالاتر از همه نیروی انسانی پرورده‌ای که مورد نیاز اقتصاد امروزه بسیار بسیار کمبود داره. در نتیجه این یک عامل بزرگ فرسودگی است. پس بنده دو نکته را عرض کردم، یکی در سطح تولید ملی و عدم تعادل تولید با توزیع، برای اینکه تولید در سطح ملی و توزیع در سطح امت انجام میگیره، و دوم فرسایش ساختارهای سرمایه. به این نکته ای را اضافه کنم، پاسخ این سوالتون رو به همین جا خاتمه بدم، و اون اینکه پشت ساختار سرمایه عامل بزرگتر دیگری وجود داره که ساختار سرمایه و تولید ملی در ظرف اون عمل میکنند، و این آنچنان گسترده و وسیعه که معمولا اقتصاددان ها به محاسبش همیشه نمیتونن بپردازن، برای اینکه برخی عناصر غیر قیمتی توش وجود داره، در اینجا به محاسبه دقیق در نمیاد، ولی همیشه میشه برآورد کرد. ملاحظه بفرمایید یکی از این عوامل که به اون بهش میگیم سرمایه اجتماعی، این سرمایه اجتماعی عبارت است از آب، هوا، منابع، اعتماد بین آحاد کسب و کار مملکت، اعتماد بین ملت و دولت، اعتماد بین ملت و نظام. مجموعه اینها اون سرمایه اجتماعی رو میسازه که رقمش چندین برابر اون ساختارهای سرمایه است. در نتیجه به تخمین می شود گفت، در مورد هر کشوری باید مشخص این تخمین رو زد، که در برابر هر دلاری که تولید میشه در حدود 5 دلار سرمایه لازمه، پشت هر دلار سرمایه هم در حدود 5 تا 10 دلار سرمایه اجتماعی لازمه. اگر اینها فرسوده بشند باز تولید سرمایه هم غیر ممکنه، با تولید ملی هم غیر ممکنه. در ایران این عنصر سوم که بسیار عنصر حیاتی و تاریخی است دچار فرسایش خطرناکی شده، به طور که آب در معرض خطره، هوا در معرض خطره، خاک در معرض نابودی است، و این مسئله است عاجل، به طوری که در خیلی از شهرها تنفس هم امروز غیر ممکنه، آب برای خوردن پیدا نمیشه، و یکی از مسائل عمده جاری و چند سال آتی مملکته. به این ترتیب اقتصاد ایران گرفتاری های بسیار زیاد داره و عللش عرض کنم بسیار مبسوط، ولی به هر صورت این نکاتی که عرض کردم عمدتا اقتصاد ایران رو زمینگیر نگه داشت. تشکر میکنم. داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر حسن منصور عزیز، همیهنانم، کارشناس امور اقتصادی، دارای درجه دکترا در امور اقتصاد، و میدونیم که بیشترین پرسش هایی که از ایران میشه از سوی مردم یک وجه اقتصادی داره، نگران وضعیت خودشون، نگران وضعیت مملکت و آینده هست. از مجموعه سخنان آقای منصور استنباط من اینه که علارغم ادعای جمهوری اسلامی که همه چیز رو به گردن خارجی ها میندازه و تحریم، من سخنی از تحریم ندیدم.
که مقصر باشه در ایجاد وضع موجود. حالا میرسیم به اونجا، ببینیم تاثیر تحریم ها چه خواهد بود با این اقتصاد، وضعیت فجیعی که اقتصاد ما پیدا کرده. آقای منصور معتقدن که فساد، غارت ملی و سوء مدیریت، این استنباط من، اینا اسباب ریزش اقتصادی مملکت رو فراهم کرد. این که هم عوامل درونی هست، عناصری هستن که در درون در واقع مهندسی شده. حالا برسیم به مسئله تحریم. ببینیم اگه تحریم که روز دوازدهم هم چیزی نیست دیگه، ما فاصله زیادی بهش نداریم، اگه تشریع تحریم ها هم دیگه روی وضعیت اقتصادی ایران اثر گذار بشه، اون وقت ما چه وضعیتی پیدا میکنیم؟ نقش تحریم ها چه خواهد؟ دکتر منصور عزیز با سراپا گوشیم. جناب میگودی عزیز، ببینید اقتصاد امروز بسیار فراتر از اقتصادهای دیروز با هم پیوند داره و این پیوندها پیوندهای نامرئی است. پیوندهای مرئی نظیر تجارت مثلا، اینها معلومه جریان کالا و خدمات، جریان پولی تجارت رو ممکن میکنه، ولی یه چیزایی از پشت اینها نامرئی ان و بی آنکه ما اینا رو بدونیم لمس کنیم عمل میکنن. یعنی وقتی در یک گوشه ای از متروپول کشفی انجام میگیره، نظیر اینترنت، نظیر تمام مدیای اجتماعی، و اینا ارتباطات رو تسهیل میکنن، سریعتر میکنن و ارزانتر میکنن. خب این در قیمت کالاها و خدمات و در کیفیت جو منعکس میشه. در نتیجه آن کشوری که از اون تکنولوژی جدید برخوردار نباشه هزینه هاش بالا میمونه، در حالی که رقبا هزینه هاشون پایین تر میاد، در نش بازارها رو میگیرن. به این ترتیب در این دنیای بسیار به هم پیوسته، اقتصاد ایران گرفتاری های بسیار اساسی از این نظر داره. برای اینکه ببینید، من در حاشیه این نکته عرض بکنم، علاقه طولانی به جریان توسعه در کشورهای عمدتاً شبیه ایران داشتم و دارم و هر سال به 3-4 چند کشور سفر میکنم که دوباره مشاهده کنم که این مرحله توسعهشون به کجا رسیده. در این زمینا کشورهای بسیار بسیار چشمگیری، مثلا ببینید سالی که در ایران انقلاب شد، تولید ملی کره جنوبی 60% تولید ملی ایران بود. تولید ملی ترکیه هم دقیقاً 60% ایران بود. الان تولید ملی ترکیه در حدود 2 برابر ایرانه و تولید ملی کره جنوبی حدود 4 تا 5 برابر ایران. پشت این سنجش‌های برابرگونه که چند برابره که سنجش کمیست، مسائل کیفی وجود داره. یعنی شما این کیفیت رو وقتی وارد اون جامعه میشوید حس میکنید، از کالای ساخته شدهش هم میبینید که چه نوع کالایی رو کره جنوبی میسازه، چگونه بازارها رو میگیره. ولی وقتی وارد جامعه میشید، اونجا میبینید که فضایی که در این جامعه حاکمه فضای رشده، فضای توسعه است. من در این زمینه مطالبی نوشتم، مطالبی هم لازمه دوباره با مثالها عرض کنم، نوشته بشه، عرضه بشه. فضای توسعه غیر از فضای گرفتار و مفلوج و زمینگیر جمهوری اسلامی است. شما در فضای تو کافیست وارد اون شهر بشید، ببینید که اولا چهره ها بشاشن، مردم امیدوارن، جوانان عمدتاً معتقدن که فردا بهتر از دیروزه، کارها دست کاردان هاست، نظام آموزشی انسانهای بسیار ورزیده پدید میاره، نشاط در جامعه موج میزنه، شبها که مردم از کار آسوده میشن 2-3 ساعتی به استراحت و تفریح میپردازن. تمامی اینا مشخصه های یک جامعه در حال توسعه است. شما مثلا وقتی در سنگاپور قدم میزنید، نصف شب تمام خیابانها مثل روز روشنه و کارهای ساختمانی حتی نصف شب تعطیل نمیشود، 24 ساعت سازندگی ادامه داره. این رو میگیم جامعه
درگیر در جامعه‌ای که در فضای توسعه زندگی می‌کنه. ایران از 40 سال باز از فضای توسعه بیرون کشیده و پشت کرده. در واقع در ایران یک فضای ضد توسعه وجود داره. ببینید، امنیت حقوقی قضایی وجود نداره، مالکیت در معرض احترام نیست، مالکیت هیچ شخصی از تضمین قانونی برخوردار نیست، حتی جان و مال و ناموس هیچ کس در از حمایت قانون برخوردار نیست. اون وقت فضا فضای غم، سینه زنی، نوح سرایی است. غم تا جایی که حتی همین اواخر از زبان بزرگان این نظام میشنوید که شادی نباید موجب پایکوبی و رقص بشه، برای اینکه پایکوبی و رقص حرامه. با این عقب ماندگی ها، با این برخورد نسبت به زندگی، طبیعی است که کشور بسیار پویای ایران، جامعه بسیار جوان و توانمند ایران رو به غل و زنجیر بستن و زمینگیرش کردن. به این ترتیب در ایران ما توسعه، نه فقط توسعه نداریم، رشدی هم که انجام میگیره به علت فروش نفت، افزایش فروش و تولید نفت انجام میگیره. برای اینکه در ایران طی دهه‌های گذشته رشد بهره‌وری وجود نداره، رشد بهره‌وری یا منفی بوده یا نزدیک صفر بوده در سالها. در نتیجه رشد بهره‌وری اونجاست که شما در برابر عواملی که به تولید وارد میکنید، یعنی کار، سرمایه و زمین که به دستگاه تولید وارد میکنید، مقدار بیشتری ستانده، یعنی کالای تولید شده، خدمت تولید شده دریافت کنید. لازمه این کار بهبود در کیفیت اون عوامل تولید است و بهبود در سازماندهی، فنون سازماندهی اونجا. در توی پرانتز عرض کنم که 1957 بود اشتباه نکنم که آقای رابرت سولو، اقتصاددان بزرگ MIT، مقاله نوشت و در اونجا نشون داد که طی 46 سال گذشته حدود 60% از افزایش تولید ایالات متحده نه به افزایش کار ارتباط داشته، نه به افزایش سرمایه ارتباط داشته، بلکه ارتباط مستقیم به افزایش بهره‌وری، کار، عرض کنم کاردانی و بهبود سازمان بوده. از اون کشف، اونم البته چند سال بعد جایزه بزرگ، جایزه نوبل گرفت برای همون مقاله، ولی از اون به بعد اسم اعظم رشد دست ملت‌ها مشخص شد که ما برای اینکه رشد پدید بیاریم باید کدوم عوامل رو تقویت کنیم، سرمایه ها رو باید کجا بگذاریم. جمهوری اسلامی در مجموع از این نظر همیشه در جهت عکس حرکت کرده و در نتیجه به جای حکومت قانون ما در اونجا تبعیض داریم، ما در اونجا فساد داریم، به جای دستگاه قضایی یک دستگاه ستمگر، عرض کنم فاقد حقوق و غیر مدافع حقوق مندی رو داریم در اونجا. در نتیجه و عوامل بسیار زیاد، فساد تالی فاسد اینه، خودی و غیر خودی تقسیم شدن تالی فاسد همین نظامه. به این ترتیب اقتصاد ایران در وضع ناگواری هست و از تمام پتانسیل‌های ممکنش عقب بوده، به طوری که اگر آنچنان حرکت میکرد امروز بدون تردید میتونست اقلن مثل کره جنوبی 4 تا 5 برابر تولید ملی امروز رو داشته باشه. عجب. تشکر میکنم. با آقای دکتر حسن منصور هستیم، برنامه رو پی میگیریم. روزی نیست که خبر ناگواری در مورد پناهجویان در کشورهای اروپایی منتشر نشه. اغلب تأسف برانگیزه، بر شمار چاقوکشی ها افزوده شده. چاقوکشی خیلی رسم شده در بسیاری از کشورها، رایج شده، مثلا در برخی از شهرهای کوچک که اسباب نگرانی مردمان این شهرها رو در اروپا فراهم کرد. و بحث مربوط به اسلام، آیا اسلام به اروپا تعلق داره یا نه، سخن حتما وزیر خارجه آلمان رو شنیدی، وزیر کشور آلمان آقای سیوفر رو که میگه اسلام متعلق به اروپا نیست، متعلق به آلمان نیست. بس کشته به رسانه ها در برنامه
تلویزیونی آلمان انیسه امانی حضور داشت، ازش به عنوان ملکه کمدین های آلمان یاد میکنند. ملکه کمدین های دستکم فوکوس امروز گزارش داره از صحبت ها، مناظره او با پاره ای از سیاستمداران آلمانی در تلویزیون. چه جنجال به پا کردم در شبکه های اجتماعی، هم انعکاس وسیعی پیدا شده، سخنان او پیدا کرده و طرفداران او که سخت استاد بهش ابراز عشق و علاقه کردن. و اما بریم به سراغ نظرسنجی ها، به گالوب بریم. بنگاه نظرسنجی که به لیبرال ها نزدیکه، نرخ تاییدی آقای ترامپ 41% بر پایه نظرسنجی گالوب. بر پایه نظرسنجی رسموسن، هم یک بنگاه نظرسنجی دیگر، نرخ تاییدی آقای ترامپ 50%. 50 ساعتی پیش 51% بود، کنم الان 50%. یه چه اختلاف 9 تا 10%، یعنی 12 تا 13 میلیون رای. ببینید چه اختلافی رخ داده بین رسانه ها و بین بنگاه های نظرسنجی، و خب این بی‌اعتمادی مردم رو افسون میکنه. به کدام یک باید اعتماد بکنن؟ کی راست میگه؟ کی راست میگه؟ آقای دکتر منصور عزیز، درود مجدد بر شما. خدمت رو جناب قربان شما. خب جناب منصور، حضور که از کنم تقریبا در حال گسترش، در این تردیدی نیست، احتمالا اروپایی هم همراهی خواهند کرد و اگر کلید بخوره قاعدتا باید دامنه تحریم خیلی وسیع و گسترده. و گفته میشه که ایران تابستان بسیار سختی هم در پیش داره که توضیح فرمودید دیگه، فکر میکنم بر همه واضح و مبرهن شد که در مملکت ما داره چه میگذره، چون سخن رو ما از زبان یک کارشناسی داریم میشنویم که همینا درباره اوضاع میهنش مطالعه میکنه، همینطور به موازات اون رشد و توسعه در کشورهای دیگر دنیا رو، و همینطور که فرمودن سالی 4-5 کشور سفر میکنن و رصد میکنن به اصطلاح جریان و مسیر رشد. یکی از سوالهای دائمی که مردم از ما میکنن از درون ایران اینه که ما چه کار بکنیم. اغلب سوال رو کسانی میکنن که خب درآمدهای اندک دارن، اندوخته های کم دارن، اندوخته های زیادی ندارن و نمیدونن چه کرد. به بانک هم که اعتماد ندارن، بازار هم در واقع نمیتونه راهنمای اونها باشه، چون دائم بازار دائما متلاطمه و تصمیمات دولت هم که خلق و ساعه است. یعنی اینا صبح بیدار میشن، جلسه اضطراری تشکیل میدن و اعلام میکنن مثلا نرخ رو ارز رو نرخی کردن. آقای منصور، توصیه شما به مردم چیه؟ چه کار کنن واقعا در چنین شرایطی برای حفظ اندوخته خودشون؟ جناب میبودی عزیز، ببینید این یکی از مواردی است که برای دادن توصیه اصولاً میدونه که باید ریسک پروفایل یک نفر رو دونست، یعنی توصیه‌ای نمی‌شود کرد که در مورد هر کسی راست در بیاد. ولی در حالت کلی می‌شود صحبت کرد که در ایران اون لغزشگاه ها و خطرها در برابر حفظ ارزش پول و سرمایه چیه؟ ملاحظه بفرمایید، اخیراً با این حوادثی که گذشته، من فقط به حوادث پولی و ارزی اشاره میکنم در این زمینه، بانک مرکزی حرفای بعضی وقتا بی‌معنا و متعارضی گفته. مثلا گفته که سپرده‌های دلاری تاریخ دارن و بعد از اون تاریخ ممکن است اعتبار بیفتن، در نتیجه پول‌ها رو بیاریم بسپارید به بانک‌ها. وضعیت بانک‌ها خود داستان بسیار متولی است و وضعیت ورشکستگی در حدود 10-12 بانک به صورت مسلم روشنه. در این میان معروف‌ترین بانک‌ها نظیر بانک صادرات، اینا ورشکستگیشون محرزه. پول رو کجا بگذارن؟ رئیس بانک مرکزی میگوید ما تضمین می‌کنیم که پول‌های شما رو به همون ارزی که گذاشتین، به همون ارز حفظ کنیم و براتون پس بدیم. چقدر قابل باوره؟
وعده های قبلی این دولت، این حکومت چگونه در اومده، چقدر راست در اومده. وانگهی کسی که این وعده رو میدهد آقای سیف فردا اگر برکنار شد زامن این قول کیست؟ همین آقای سیف ملاحظه بفرمید در مورد شرکت های اعتباری غیر بانکی که یک از مسائل بزرگ جاری در مملکته، تضمین دادن. نه فقط خودشون تضمین دادن، بلکه بانک مرکزی در سایت خودش نوشت که این مؤسسات آرمان ایرانیان، اینا مؤسسات ثبت شده و رسمی و پنجمین شرکت اعتباری غیر بانکی ایرانه. میتونید درش پسنداز بکنید. مردم رفتن در اونجا پولهایشون رو گذاشتن و بعد از مدت بسیار کمی آقای دادستان تهران اعلام کرد که این بانک در حدود رقم 6000 میلیارد تومان ورشکسته است. وقتی حسابا رو به هم بالا پایین میکنیم و چون این پسنداز کنندگان رفتن، عرض کنم حسابدار و حسابرس رو استخدام کردند و اون شرکت ها رسیدی کردن به این قضیه و گزارش مفصل در حدود 400 صفحه‌ای ارائه کردن. در اون گزارش هم ملاحظه می‌فرمایید هیچ دلیلی، هیچ رگه‌ای، هیچ سابقه‌ای که نشان بدهد این شرکت در جهت شرکت ها در جهت ورشکستگی حرکت میکنن وجود نداره. این یک به یک بار اعلام ورشکستگی کردن و مسئولان دولتی هم، مسئولان قضایی هم اومدن تایید کردن. بعد مردم اومدن که خب این یه مؤسسه رسمی است، بانک مرکزی پشتشه. بانک مرکزی خودش رو عقب کشید، گفت که نه، اینه که ما ثبت کرده بودیم این به این معنا نبوده. در نتیجه بحث بالا گرفت، هنوز قضیه حل شده نیست. دولت اومد گفت پسندازهای زیر این مبلغ رو ما تایید میکنیم، تضمین میکنیم، ولی پسندازهای بزرگتر رو نه. بعدم به مردم ملامت کردن که خب شما عقلتون سرجاش باشه، چرا میگین پولتون همه جا میذارین؟ در حالی که این کار رو به وعده و توصیه مقامات پولی و مالی مملکت انجام داده بودن. به این ترتیب چه مقدار میشود به این وعده ها اعتماد کرد؟ هیچ آدم خردمندی نمیاد به اعتماد این موجودی خودشو ببره بسپاره، از کنم در نظام بانکی ایران که بعد مسئولانش این بازی ها رو در بیاره. عذر میخوام. منتها چگونه میشود ارزش پول محافظت کرد؟ خب بازارها هر کدوم ریسک خودشون دارن. بازار طلا، بازار ساختمان، بازار مستغلات، تمامی اینها در مواردی مورد استقبال نقدینگی ها قرار گرفته و در واقع با اون گرفتاری نقدینگی بسیار کلان که حجمش به صورت بسیار نامتعارف از حجم تولید ملی هم بالاتر زده است، خب معنی این به لحاظ اقتصادی یک فاجعه است. ولی معنیش، پیامدش چیز؟ پیامدش این است که این نقدینگی بزرگ چون در اقتصاد نمیچرخه عملا کمین میکنه در انتظار فرصتهای سوداوری. و این فرصت رو یه وقت در بازار طلا میبینه، یه وقت در بازار دلار میبینه، یه وقت در بازار زمین میبینه و به اون هجوم میبره. در نتیجه قیمتهای اون بازار رو به شدت بالا میبره. یعنی وقتی این پول سرگردان متوجه می شود به بازار ارز، قیمت ارز یهویی بالا میره. همین کار در زمینه بازار ساختمان انجام گرفته، همین کار در مورد اصلا بازار طلا اتفاق افتاده در ایران. در نتیجه چگونه می شود ارزش پول رو حفظ کرد؟ خب طبیعی است که در کالاها، چون قیمت کالاها با تورم بالا میرن، از جمله زمین و مستغلات یکی از اوناست. علارغم اینکه دوچار رکود بوده و اندکم هست، باز بالاخره قیمت ساختمان با قیمت از کنم دلار داره حرکت میکنه، ارزش اونجا محفوظ سره. در خود ارزهای خارجی که دولت ناگزیر داشتنشون رو ممنوع و قاچاق اعلام میکنه، خب این ریسکا وجود داره که به بهانه اینکه این قاچاق هست بیان ضبطش کنن. در نتیجه قابل توصیه نیست، ولی هر کسی باید بدونه که در شرایط خودش پول خودش رو در کجاها
کجاها محفوظ باید بکنه. در این زمینه فقط توضیح مختصری عرض کنم که ببینید این انفجار قیمت دلار در عرض چند ماه صرفاً ناشی از این نیست که مردم خواستند ارزش پول خودشون رو حفظ کنن و به بازار هجوم بردن، چون رقم بسیار بالاتر از این پس‌اندازهای کوچک مردم در حد چند میلیون تومان این تأثیر رو به بار نمیاره. درسته اعتماد از اکثریت مردم سلب شده و به آینده نظام با امید نمینگرند، در نتیجه همه سعی میکنن سرمایه خودشون رو ولو کوچیک از زیر این ضرب بیرون بکشن، ولی اونی که سبب انفجار این تقاضا شده مقادیر بزرگ فرار سرمایه است که از ایران انجام میگیره. طی سال گذشته ارقام متعارضی نقل شده، عرض کنم صندوق بین المللی پول برای سال گذشته 27 میلیارد دلار خروج سرمایه اعلام کرده، عرض کنم مسئولان دولتی در ایران برای چند ماه گذشته 30 میلیارد دلار اعلام کردن، حساب‌های ارزی بانک مرکزی نشان از کمبودهای حساب سرمایه در مقاطع مختلف، مثلا در 9 ماه اول سال گذشته 18 میلیارد کمبود ورود ارز در برابر خروج ارز وجود داشته. این رقم برای 6 ماه اول امسال حدود 6.5 میلیارد دلاره. در نتیجه با تمام ارقام متعارض می شود به این نتیجه رسید که ارز مورد طلب دارندگان سرمایه در ایران هست و عمده این طلب از سوی دارندگان سرمایه های بزرگه که به هر قیمتی حاضرن موجودی خودشون رو، ملک خودشون رو بفروشن، تبدیل کنن به ارز، ببرن به کشورهای دیگه، برای اینکه اعتمادی به آینده نظام ندارن. به این ترتیب در چنین شرایطی دادن مشورتی که در مورد همه کس بتونه شمول پیدا بکنه کار درستی نیست و باید هر کسی در شرایط خودش مشاور، عرض کنم مشاور معقول مالی پیدا بکنه و با او مشورت کنه که با این وضعیت که من دارم چیکار میشه برای چیکار. تشکر، تشکر میکنم. خب آقای دکتر منصور عزیز، صدها هزار هموطن شما در آمریکا زندگی میکنن، میلیون ها تن زندگی میکنن و میخوان نظر شما رو درباره سیاست‌های اقتصادی آقای ترامپ میخوام ببینم چه نمره‌ای میدید به این سیاست‌ها. بنگاه نظرسنجی گالوپ رو یه نگاه میکردم، نتایج نظرسنجی رو، آمریکایی‌ها در بسیاری از موارد با آقای ترامپ موافقتی ندارن ولی در امر اقتصاد میشه گفت اکثریت، یعنی بالای 50% سیاست‌های او رو تا این لحظه تایید کردن. میخوام ببینم شما هم تایید میکنید یا اینکه چه نمره‌ای میدید به سیاست آقای ترامپ، سیاست اقتصادی آقای ترامپ. ملاحظه بفرمایید، آقای ترامپ حرفا و وعده های باز متناقض به مردم داده و چندی از اینا میتونست رشد و جریان رشد و تسریع کنه که سعی کرده اینها رو پیاده بکنه. برخی از اینا بحث انگیزه و آثارش هنوز معلوم نیست، ولی چون وعده کرده میخواد در اون زمینه هم کار بکنه. نمونه مشخص عرض کنم، ببینید یکی از وعده هایی که کرده بود عرض کنم کاهش مالیات بود. این کاهش مالیات رو انجام داد، در نتیجه کاهش مالیات به شرکت ها سبب میشه که میزان سرمایه گذاری افزایش پیدا کنه، حتی شرکت هایی که در خارج هستند متوجه بشن به آمریکا سرمایه خودشون رو وارد بکنن. این سبب ایجاد اشتغال میشه. وانگهی در اقتصاد معمولا یک لگ، یک فاصله وجود داره و اون اینه که اقدامات که حتی در دوره در سالهای آخر آقای اوباما انجام گرفته بود اینا زمین ساز توسعه و رشد بود، در نتیجه بسیاری از اینا به ثمر میرسن و در نتیجه ثمره اینا رو آقای ترامپ به نام خودش قطعا ثبت میکنه. عرض کنم یکی دیگه از این وعده هایی کرده و این وعده متعارض، متناقض، بحث انگیز، مسئله به اصطلاح امریکا فرست و این وارد جنگ تجاری شدنه
که با چین و اینجا و اونجا اروپا و مکزیک و کانادا و اینا شروع کرده. عرض کنم اینها شاید در قدم اول به نظر برسه بله آقای ترامپ مثلا 50 میلیارد دلار در اینجا تعرفه وضع میکنه و به این سود آمریکاست و کالاهای آمریکایی مورد اقبال قرار بگیرن، برای کالاهای غیر آمریکایی چینی مثلا نمیتونه در بازار انقدر فروش بره. ولی وقتی که اقدام متقابل از سوی طرف انجام میگیره در اونجا عرض کنم کالاها برای آمریکایی هم گرون میشه، صادرات آمریکا هم کم میشه، اون بخش شاغل در اون بخش صادرات هم کاهش پیدا میکنن، در نتیجه این زمان بره. آقای ترامپ سعی میکنه کارهایی که میکنه به صورت، به نظر من میاد به صورت نمایشی داره کار میکنه نه به صورت اصولی، و در نتیجه بخشی از کارهایی که میکنه فقط برای این است که، یعنی عمدتاً برای این است که اون رای دهندگان خودشو راضی نگه داره و بگه که دیدید من این وعده کرده بودم عمل کردم، ولو که پیامدهای آن بعد منفی باشه. در نتیجه یکی از مواردی که به نظر من نگرانی آوره وارد شدن در جنگ تجاری است، حمایت کردن از جریان‌های عرض کنم گریز از مرکز، مثلا حمایت کردن از جریان برگزیت بریتانیا و جریان‌های نظیر اون در هلند در آلمان که ایشون انجام دادن، اینا اقدامای بسیار خطرناکه. در حد اقتصادی تا کنون مثلا اقدام اخیرشون در مورد جنگ تجاری، آغاز جنگ تجاری به بورس لطمه زده، ولی کاری که در مورد عرض کنم پایین نگه داشتن نرخ بهره و بعد از اون عرض کنم کاهش نرخ مالیاتی سبب شده بود که بورس آمریکا پا بگیره و با سود بیشتری بچرخه. به این ترتیب در مجموع میشود گفت که خب بعضی از اینا برنامه های آقای ترامپ نیست، مثلا کاهش دادن نرخ مالیات برنامه دراز مدت حزب جمهوری خواهه و اونا هم این قضیه رو جشن گرفتن. در منتها در وارد شدن به این جنگ تجاری حزب جمهوری خواه نگرانی خودشو داره، برای که اونا دقیق تر میدونن که این موضوع بسیار خطرناکیست. دنیا حدود 60 سال تلاش مدام کرده که از اون گرفتاری ها خودشو نگه داره، وارد اون قضایا نشه که دنیا قبل از اون دچارش بود، ولی ناخواسته آقای عرض کنم با آمریکا به رهبری آقای ترامپ به این موارد خطرناک وارد میشه که به نظر میرسه اینا آثار دراز مدت درستی نداشته باشن. در مجموع بالاخره او اقلن این حسن داره که وعده هایی که خودش کرده اونا رو عمل میکنه، ولو به صورت دراماتیک و در به صورت تئاترگونه. حتی وقتی مثلا به حمله به سوریه اقدام میکنه اون هم به صورت تئاتر انجام میگیره با ده ها تناقض در درونش، ده ها نکته نادرست به لحاظ نظامی و دیپلماتیک در درونش و زر زمانبندی به احتمال حتی این سوءظن رو برمیانگیزه که این تعیین زمان رو با توجه به انتشار کتاب آقای کومی انجام داده، برای اینکه توجه مردم آمریکا رو از کتاب آقای کومی منحرف بکنه به اینکه آمریکا وارد جنگ شد. به این ترتیب با حضور و وجود آقای ترامپ احساس امنیت کمتری میکنیم در دنیا، که یکی از بزرگترین قدرت‌های، یعنی بزرگترین قدرت اقتصادی، نظامی و دیپلماتیک جهان در یک دست ناتوان و غیر قابل پیشبینی قرار گرفته. تشکر می‌کنم. خب نظر آقای دکتر منصور شنیدی درباره کارنامه اقتصادی آقای ترامپ. اما آخرین پرسش ما، 3 دقیقه هم وقت داریم، 3 دقیقه رو باز اجازه بدید که مصروف یک پرسش بکنم. آقای دکتر منصور عزیز، هنوز جای امیدواری برای نجات اقتصاد ایران هست؟ یعنی فکر میکنید که بشه کاری انجام داد؟ اگر قرار شد شما محل مشورت قرار بگیرید چه میگی؟ بفرمایید. ببینید، عوامل زمینگیر شدن اقتصاد ایران عواملی نیستن که با توصیه برکنار بشن. یکی از این عوامل گرایش بسیار طبیعی جمهوری اسلامی به ناتوانترین اندیشه هاست. اصولا نیرویی که بسیج میکنه
این نیرو نیروی ناپرورده و احیانا عقب مانده است. این اینو شما نمیتونید کارش بکنید. ادامه قضیه این شده که بعد از 40 سال نتونسته مدیرانی از خودش تربیت بکنه که مدیران کارآمد باشن. یکی از ناکارآمد در این دستگاه مدیریت رو با سیستمی که درست کرده فساد درش به صورت مزمن در اومده و فساد هم ارقامش میدونید، بحثای متول شده، خود اینا بارها اعلام کردن فسادهای میلیارد دلاری میلیارد دلاری میلیارد دلاری هر روز هم برگ جدیدی از این به زمین زده میشه. در نتیجه بسیاری از مواردی که به جمهوری اسلامی بستگی داره به نظر اصلاح ناپذیر میان، ولی این به معنی این نیست که دیگر کار ملت ایران ساخته است. ملت ایران ملت بسیار عرض کنم پویا، بسیار دینامیک، فعال، با نیروی بسیار وسیع، نیروی جوان کارآمد و باهوشه. وقتی امکانات در اختیارش قرار بگیره جبران خواهند کرد، منتها جبران کردن به قیمتهای بسیار بسیار گزاف انجام خواهد گرفت. یعنی ما دهه هایی رو از دست دادیم که باید گفت دهه های از دست رفته. اینا چگونه جبران میشن معلوم نیست، ولی همین که ملت با این نیرویی که دارد و با نیروهایی که در داخل و خارج پرورده داره امروز وقتی این موانع سیاسی در ایران برکنار بشه، از خود خارج میلیون ها اندیشه فعال، مدیر، دارای ثروت فکری و ثروت فنی و ثروت مالی میتونن به ایران برگردن، کمک بکنن، همینطور که در ایران ایرانی میتونن دست به دست هم این مشکلات حل کنن. در دراز مدت من خوشبین هستم با آینده ملت ایران، به ویژه با تجربه‌ای کرده معتقدم که ایران نخستین کشور خاورمیانه است که رنسانس رو تجربه خواهد کرد. ایران عربستان سعودی نیست، ایران عراق نیست، ایران کشورهای همسایه، حتی ایران ترکیه نیست. ایران با یک جهشی به سوی دنیای مدرن حرکت خواهد کرد و همانطور که در افتادن به این چاه و چاله جمهوری اسلامی دنیا رو متعجب کرد، مطمئنم در این برخورد، در این برخاست سریعی که انجام خواهد داد دنیا رو شگفت‌زده خواهد کرد. تشکر میکنم آقای دکتر حسن منصور عزیز بابت حضور شما در این برنامه. گفتگو با آقای منصور رو پی میگیریم همینم در آینده. به شما شب بخیر میگم در اروپا. سپاسگزار جناب میبود، خیلی ممنون. خب همینم از بازار آگهی عبور میکنیم و برمیگردیم. منظر بعد اختصاص داره به شما، اگه پرسش داری میتونید با ما در میان بگذارید. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید با حداقل واژگان. ممنون. ادای مقصود بفرمایید. یک بزنید تلفن جواب بدم. جناب بفرمایید. آقای مهبودی درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید در خدمتتونم. یه لحظه اجازه بدید من صورت ممنون. آقای مهبودی درود بر شما. فرنک هستم از تهران. بالاخره بعد از 8 ماه فکر میکنم موفق شدم شما رو بگیرم. بدون کارت گرفتم مجموع شدم مستقیم از تلفن بگیرم، برای اینکه بارها بارها یه تمام ببینه. الان بعد از 8 ماه مجبورم اینو دوباره عنوان کنم که الان مدتی میده تلفن ها رو انسرینگ و این خیلی کار رو سخت میکنه. آه. از تماس با کارت ما از ایران نمیتونیم. الان 8 ماه مجبور شده حالا برصد اینطوری زنگ بزنم. خیلی خوشحالم. درصد میخواستم راجع به این کنفرانسی که دیروز یا امروز به هر حال خبرش من تو بی بی سی خوندم، هنوز وقت نکردم تو سایت ها رو نگاه کنم. چیز من موثقی هستیم شما راجع به این کسایی که جمع شدن توی جای آقای دکتر پرهام بودن به گویا به آقای دکتر رفعت این اجمال انجام داده. اگه چیز خاصی راجع به اون میدونیم خیلی خوشحال میشم، چون واقعا من خیلی خوشحال شدم و دیدن این گزارش خیلی کوتاه، ولی واقعا امیدوار شدم. ممنون میشم راجع به اون چیزی که میدونیم بیشتر به ما بگی یا منتظر وقت باشیم آقای دکتر پرهام خودشون سه‌شنبه بیاد. خواهش میکنم راجع به این تلفن و انسرینگ هم یه کاری بکنین. تمنا میکنم ازتون. امیدوارم شنیده باشه. خدا نگهدار. مرسی فرنک جان. ممنونم. درود بر شما. بفرمایید آقای علی رضا.
بگو های شما. قربان شما، مرسی عزیزم. بگو عزیزم. خیلی من شما بسیار اینطوری که من از سالها با شما ارتباط میگیرم خبرنگار باهر و خوبی هستی شما. ممنون. ممنونم. اول و من شما من سالها بایدم با شما ارتباط میگیرم. شما این شبکه زیادی هست از آقای پترم خوب تشکر میکنم. باید میکنه یا صحبت میکنیم و میخوایی از بدبدی هایی که در سر کردیم و صحبت هایی بخشه ما خیلی بازی میخوایم، ما خیلی روشم اما این خانوم بازی هایی که کرده و اون خانوم که خواهی هم دیگه پرداختم به مسائل شخصی نفر دیگه، نمیدونم چی بود واقعا، نفهمیدم، متوجه نشدم، عذر میخوام از تو. اما همینان عجبندم در برانود این مسائل سوری امروز دیدم که آلمان ها سخت گریبان و خانم مرکل رو گرفتن که چرا در زمین مسائل سوریه سیاست بی‌طرف داشت. البته بعضی که حمله صورت گرفت هم خود خانم مرکل هم وزیر دفاع آلمان این اقدام رو هم متناسب تشخیص دادن هم به حق، هم به حق. جمعی که آقای مکرون هم بعد از عملیات گفت کاری که ما که انجام دادیم یک کاری بود که باید انجام میگرفت و واقعا هم همین بود. و کاش، نمیدونم، کاش در نخستین روزهایی که جنگ داخلی سوریه شروع شده بود با ایجاد فضای پرواز ممنوع جلو پرواز اولا هواپیماهای مهاجم سوری رو میگرفتن، جلو ورود ناوگان هوایی روسیه رو، و این همه جنایت رو مملکت رخ نمیداد. این همه شهرها از بین نمی که اغلب شهرهای تاریخی هم شهرهایی هستن که گذشته درخشانی داشتن و امروزی که وجود ندارن، نابود شدن، از بین رفتن. تمام اقداماتی در طی این دهه‌ها صورت گرفته بود برای انجام کارهای عمرانی در خاک سوریه همه از بین رفت. مجموعه ساختارهای توسعه در سوریه از میان رفت، بیمارستان‌ها از میان رفت، جاده‌ها، پل‌ها و مجموعه نمادهای که به زیر ساختهای این مملکت تعلق داشتن همه از بین رفتن و ساختن باز ساخت اونها به نظرم قرنها، شاید بگم دهه‌ها به درازا بکشه اگر پولش باشه و اگر کشورهای غربی مدد کنن. اگر نکنن که دیگه امکان باز ساختی مملکت وجود نداره با این وضعیتی که امروز خاورمیانه بهش مواجه. متاسفانه وقت ما تمام شد. تشکر میکنم از تماس های شما، همینطور از سارا ایرانی عزیزم صمیمانه سپاسگزارم. ممنون سارا جان. امیر شورایی تشکر میکنم و سپهر خسروی و همینطور آقای دکتر حسن منصور.